سلام. حالا میخوام آنچه گذشت رو براتون تعریف کنم. ببینید، رسیدیم به لیگ قهرمانان آسیا و علی دایی قراره که توی کنفرانس خبری به سوال خبرنگارا پاسخ بده. با بازی رو ما یکیش اولین بازی بردیم، بازی بعدی اون دقیقاً با یه تیم خیلی چغر و بدبدن به اسم النصر عربستانی که مورگا و توی دروازه آجی چه گل مسخره خوردیم. فرصت بازم مارگا میزنه سوت پایان بازی، 2-1 النصر رو شکست میدن. واسه این بازی خیلی بازی مهمیه، ترس دارم واقعا ازش. الهلال عربستان با سرمربیگری علی دایی توی عربستان که هواداران الهلالی دارن تو ورزشگاه میگن علی دایی علی دایی. اینم قهرمانی زیر کاپ و تو رو خدا نگاه کن، یه جام بهتر درست میکردید خدایی. همین تموش. بچه خوش اومدید به این ویدیو جدید. امروز اومدیم با قسمت سوم کریر با علی دایی. اگر نمیدونید اصلا جریان کریر با علی دایی چیه، دو قسمت دیگه از این مجموعه ساخته شده، این قسمت سومش. همونطور که گفتم حتما برید توی ویدیوهای قبلی بگردید و پیداش کنید. تو پلی لیست هم احتمالاً یه پلی لیست درست کنم و در واقع همه ویدیوهای کریر با علی دایی رو واسهتون اونجا بذارم که بتونید راحت‌تر ببینید. قبل از همه اینا بچه حتما ویدیو رو لایک کنید، دوست داشتید کامنت بذارید، در مورد حالا ویدیو جلوتر ویدیو رو ببینید، در مورد ویدیو کامنت بذارید و همینطور لینک اینستاگرام، تلگرام و توییچمون توی کامنت اول پین شده، حتما برید جوین شید. اگرم اونجا نبود تو دیسکریپشن 100% هست. دمتون گرم. آقا بریم سراغ کریرمون. امروز بازی داریم با الاتحاد، یعنی تیم اول جدولمون. و این نکته دیگه ای هم بگم، ما سریعتر یعنی سعی و تلاش هم اینه که تو این قسمت با کویک سیم های زیاد بتونیم این فصل رو تموم کنیم و بریم پیشنهادهای علی دایی رو چک کنیم، ببینیم قراره که تیم بعدیمون چی باشه و تصمیم بگیریم که کدوم تیم بریم. در کل امروز کلا شاید خیلی گیم پلی کم داشته باشیم، این اولین گیم پلی این ویدیومون باشه و این چون خیلی بازی مهمه بچه، یعنی اگر ما این بازی رو نبریم میافتیم عقب، قشنگ از کورس میافتیم عقب، اما اگه ببریم با یه بازی کمتر میریم صدر جدول و این فوق العاده است. این هم ورزشگاه خفن الهلال عربستانه که نمیدونم چرا انگار برقاش خاموش، نور کمه، نمیفهمم واقعا، اما خب الان نورش همه چیش اوکیه. اونجا هم تصویر پریرا رو زدن، یکی از بازیکنهای خوبشون. پشم ریزون ترین نکته کلن در مورد تیمای عربستانی، پشمام دستم خرابه، این تیمای عربستانی 80% این بازیکنای خارجی رو که میخرن در سرویس ها خوبن. حالا جدیدن اینجوری، حالا قدیماشون رو نمیدونم ولی جدیدن مثلا همین آقا گو غلط کردم حسام، تعریف نکن، گلو نخوریم. ماشاءالله ماشاءالله سالمت دوساری یارو هرسی هم شد اونجا سالم، اصلا داره لفت بک وینگر بازی میکنه، اصلا ترکونده سالم. آجی همش تکل میزنن، یه کارتی چیزی بده مرسی مرسی، قرمز رو بده به این حرومزاده، برو بیرون ده نفره بشی دقیقه 26. تیم خیلی خوبی داره الان ملکی، اگر بره اونجا میتونه یه دونه پاس خوبه بلند و به تو بفرسته. خیلی پاس خوبی فرستاد اما خیلی دیگه زیادی تو بود. یه دونه پاس فوق العاده واسه مارگا، حجازی نمیرسه بهش، حجازی نمیرسه، حجازی نمیرسه. حاجی اونجا زدنش مارگا رو، داور ندید که اینجا زدنش، اینجا یه دونه بالور اومد زد، البته پنالتی نبود واقعا، چون اگر بنا به خطا باشه مارگا خطا کرده روی حجازی. حجازی هم میگن، حجازی هم میگن، الشهرانی مارسلو عربستانی میگن، نمیدونم لقبش واقعا عربستانی گذاشتن مارسلو یا نه، ما البته ایرانی هم این لقب ها میذاشتن. ماشاءالله پیام نیازمند، چه علکی علکی دارن کارو در میارن. یه واکنش دیگه اونجا نشون میده و تعویض میشه اونجا ویتو جای دوساری، شاید یه اتفاقی بیفته اونجا، توپو ویتو میگیره، یه تو بی پدر به جای اینکه به تیم کمک بکنه داره میرنه تو تیم، یعنی گل مزخرف اگر نام بود گل این بازی بود. میگه روزگار دو روزه،
روزی به سود تو و روزی به زیان تو. خفه شو بابا، ما قهرمان لیگ قهرمانان آسیا که شدیم، علی دایی این همه نتیجه خوب کسب کردیم، حالا تو کورس قهرمانی یه دونه هم گوزیدیم دیگه. بالاخره ما که همیشه نباید ببریم، فوتباله، برد و باخت داره دوستان. اینایی که تو این عربستان میبینی سری تیم میبازه، سری برمیدارن مربی عوض میکنن، واقعا گاو و گوسفند بازیه. بعد بعدیدای فرصت بالاخره روبروی تیم ابها کلاب که تیم معلومه گه صفتی هم اساسا نمیتونن گل بزنن تو این بود بسیار عالی، پریرا دبل کرد، تیم دوباره بچه داره میاد رو حال، داره اوکی میشه همه چیزش. خب بچه همونطور که میبینید اینجا توپ طلا رو لواندوفسکی گرفته، پشمام ریخ اینا رو دیدم، بهتریناشون هم بین مسی، سوارز و رونالدو و لواندوفسکی بود که لواندوفسکی توپ طلا گرفت و سوارز رو ببینیم ما آیا میتونیم بیاریمش یا خیر. آقا اونور الاتحاد مساوی کرده و ما مهلت داریم که این بازی رو ببریم بچه، جدی دارم میگم. و آیا به نظر شما ما این بازی رو میتونیم ببریم یا خیر؟ من که میگم ما بردیم، این بازی تیمشون خیلی قدر نیست. این قسمت ریدن توی علی دایی و تیم الهلال عربستان رو با هم داریم شاهد میشیم و فکر کنم کسی ناراحت نشه که داریم میرینیم، چون الهلاله. اینا اگه ببازیم که دیگه من این پارتو میبندم میریم. نمیخواست که ما این پارتو ببندیم بریم و هستیم، هنوز با شما هستیم دوستان. من هرچه سریعتر میخوام به پنجره نقل و انتقالاتی ما برسیم. اوه شروع شد فکر کنم پنجره نقل و انتقالاتی و یه چیز جذاب من الان دیدم، فکر کنم سید پیام نیازمند بود. کلین شیت لیدر، 15 بازی 15 گل خورده و 5 تا کلین شیت تو این 15 تا بازی داشت. نیازمند بهترین کلین شیتو داره، بین چیز بخاری و هرین هم هستن. من اولین کاری که توی پنجره نقل و انتقالاتی 100% انجام میدم فروش تو هستش، ویه تویی که واقعا من به نظرم به درد ما نخورد، واقعا جدی دارم میگم. و سلمان الفرج هم جز به خروجی های ما خواهد بود چون 32 سالشه. گومیس هم که دیگه ما نمیتونیم کاراشو اوکی بکنیم متاسفانه و گلمول هم زده دیگه، بذار خدافظی کنه تو همین الهلال. و آقا ویه تو که واقعا هیچ گلی برام نزد، یعنی فقط رید تو سر و صورت باشگاه. من میخوام کلا مهاجمای 30 سال به بالا رو یه چک بکنیم داخل بازی و لیگای معتبر، ببینیم چه بازیکنایی رو ما میتونیم مد نظر داشته باشیم و بیاریمشون الهلال. اینا کلا بازیکنای مهاجم سن بالا به قول معروف حساب میان که ما کاوانیو داریم، راول خیمنز هم پیر شد بنده خدا، تیمو پوکی رو داریم، رونالدو رو داریم که اینا البته قیمتاشون بالاست، قیمتا اینا بالاست. بریم حالا لیگای دیگر هم نگاه بکنیم، مثلا لیگ مثلا بوندسلیگا رو بخوایم نگاه کنیم، علیدایشون خوش تو بوندسلیگا بازی کرده شد، مثلا حال کنه بازیکن بوندسلیگا برداره بیاره. و دیگه کی رو داریم اینجا؟ دیگه کی رو داریم؟ دوشان تادیچ رو داریم که به دردمون نمیخوره. بریم سریا ببینیم، سریا که کایسدو رو داریم، آرناتوویچ رو داریم که میتونه آرناتوویچ به نظرم گزینه جذابی باشه برای خرید، ادین ژکو رو داریم، ژیرو رو داریم و زلاتان هم نمیتونیم اینجا بخریم اپروچش کنیم، گوران پانده و 38 ساله داریم، بنده خدا دیگه چشاش داره حدقه در میاد، داداش خدافظی کن شما. ریبری رو داریم که به نظرم میتونه خرید جذاب باشه از این باشگاه، بریم ببینیم میدنش یا نه. پشمام ریبری رو خیلی دوست دارم بیارمش بچه ها. و میگه 2200، ما اذیت نمی کنیم آقا، ریبری رو آوردیم، اولین خریدمون آقا ریبری که 100% آقا ریبری کارو واسه ما در میاره. خوش اومدی آقا ریبری، خوش اومدی آقا ریبری، من اینجا میارمت. خدا یعنی ریبری میخواد اینجا بازی بکنه، دم ریبری گرد. شماره چند بهش دادن؟ شماره 9 بهش دادن، شماره 7 مون خالی، 7 واسه آقا ریبری. برو بریم آقا، شماره 9 هم یه بازیکن دیگه میتونی مهاجم. آقا ویتو اومد، ویتو اومد پیشنهاد داده که تاوانیه رو بهتون میدیم. بذار ببینم بازیکن هافک مافک داری که سیرو تاوانیه رو به دردم نمیخوره. توساردو میخوام، توساردو فیری، اصلا تو بگو ریموو اکسچنج پلیر. میگه سی بی بهت میدم، اینی که شما انتخاب کردی کیه؟ سی بی نیازم نیست، 20 میلیون داری بدی واسه ویتو، 20 میلیون دلار برای ویتو. میگه 19 میلیون دلار، یعنی شما سرت این داری با من چونه میزنی. آقا بیا 19500 فقط بهش قاق علی دایی. آقا 19500 ویتو رو کریم تو پاچه اینا، نیازی هم به ویتو بی پدر نداشتیم. آقا ریسک از دست دادن بازیکن اینجا داریم. کی داره؟ الواکی، الواکی 6 ماموندی، بیا باید ببندیم. خب آقا ویتو فروخته شد،
و سالمت دو سایه من سوسییداد پیشنهاد داره که عمرن اگه ما بخوایم بدیم بهتون. من رفتم حالا در آوردم آمارشو دیدم یه بازیکن داریم به اسم اندو که قیمتش هم دور و بر 12 13 میلیون دلار بیشتر نیست و سی دی ام هم بازی میکنه، اوورال خوبی هم داره و جایگزین خوبی برای سلمان الفرج هست. نکته دیگه ای که از بچه‌ها من بهش اشاره بکنم، یکی از بچه‌ها حرف خیلی خوب زد، گفته بود حسام این لیگ عربستان معمولا چند تا بازیکن مثل ایران سهمیه بازیکن خارجی ندارن، بعد تو همش داری بازیکن خارجی می‌خری. و بچه‌ها بازیکنای عربستانی دیگه، من رفتم سی دی ام هاشون آمارشو در بیارم، اوورالش میشه 65، یعنی من سلمان الفرج 73 رو رد کنم 65 66 برم، خب اینجوری تیم پیشرفت نمیکنه، یه ذره بد میشه. به خاطر همین من این کارو انجام دارم میدم، ببینیم حالا اصلا قبول میکنن یا نه. میگه 18 میلیون با 5% سلان کلاز، یه سی دی ام خدای خوب آوردی و اوورالش هم 78 و همونطور که میبینید یه زوج خوب اینجا ساختن و واقعا تیممون اوکی شد. فکر کنم الان میتونیم رایگان سوارزو بگیریم، اون موقع قراردادش کم مونده بود. بذارید دقیقا سوارزو چک کنم، البته سوارزو اشتباه نوشتم و آقام لوئیس سوارز. بذار ببینیم میتونیم رایگان بگیریمش یا نه. مثلا فکر کنم تمدید کرد، نه نمیتونیم الان اوکیش بکنیم و بعد 50 میلیون پول میدادیم که متاسفانه مفکرم نزدیک 15 20 میلیون پول کم داشتیم و کاریش هم نمیشد که. آقا بریم واسه بازی روبروی این تیم، و گفتم بازی اکثرشون الان دیگه کویک سیم و این دور و براست، برو بریم ببینیم ریبری و اندو میتونن به تیم کمک بکنن. بازی اول ریبری پنالتی خراب کرد و گومیس اومد تو بازی، مارگا هم یه دونه زد. آقا بریم واسه این یکی بازی و ببینیم چه اتفاقی میفته واسه این یکی. و واقعا داره اعصابم خورد میشه، جدی چجوری داره تیم اینجوری نتیجه میگیره؟ شاید نیاز به یه تغییر تاکتیک داره، تغییر تاکتیکی که سه دفاعه، من سه دفاعه نگرش میدارم چون مدل دیگه ای نمیتونیم کار بکنیم. شبیه بال هواپیما شد تیممون، اونورم که مارسیال رفته اورتون. آقا بریم واسه این بازی، خیلی ریسکیه، یعنی من اصلا خیلی ریسکی دارم کار انجام میدم و یکیچ با همین ترکیب مزخرفی که چیدم بازی میبریم. ما دیگه نمیتونیم با این خریدی که کردیم یه ترکیب دیگه اوکی کنیم، چون دوتا مهاجم نوک داریم، دوتا سی دی ام داریم، مگه اینکه اینجوری بازی بکنیم. جدی فرشمام یه ترکیب داریم که بشه بازی که، اونم 4-2-2 که اینجوری میشه. ما ترکیب چرخشی داریم پیاده میکنیم. مونتز کجا رفتی؟ مونتز رفت گم شد. بیا جای این علمری وایسا. دیمانسکی هم بازیکن خیلی خوبیه که میتونه اونجا بازی بکنه، ولی خب چرخشی ما بازی میدیم دیگه. بچا 4 دفاعش کردم که شاید نتیجه بهتری بتونیم بگیریم. آقا با این تیم بازی داریم، اولین بازی 4 دفاعه ما، امکان داره نتیجه نگیریم بچا، یعنی اینم در نظر. دفاع چپ و راستمون خیلی وقت بازی نکردن و بازی رو میبریم. دو تا گل سالم از دوساری زد که خدا رو شکر من سالمو بازی دادم. سیزیمانسکی هم واقعا بازیکن خوبیه و رفتیم با این همه ریدمال صدر جدول و الهلال تونست پیروز بشه و امیدوارم بازی بعدیمون هم بتونیم ببریم. حالا ما خیلی خراب کردیم ولی خب کم کم داریم همه چی اوکی میکنیم. ریبری هم بد بوده تا الان، من چیز جذابی ازش ندیدم، گلم نزده ریبری و داره نمره های پایینی میگیره. آمار ریبری رو من یه دقیقه برای شما داشته باشم. بچه بازم میگم این ویدیو کلن یه دونه گیم پلی بود و شاید دو تا بشه، سر همین اکثر بازار داریم بریم جلو که سریعتر بریم اروپا. کلا هم دو سه پارت بیشتر تو الهلال نبودیم دیگه، این احتمالاً یعنی آخرین پارتیه که داخل الهلال هستیم. چیزی که الان برای ریبری داریم، ریبری 6 تا بازی انجام داده هیچ گل و پاس گلی نداده. من هفتمین بازی رو بهش مهلت میدم. با الهازم بازی داریم، بازی فکر نکنم خیلی سختی باشه، امیدوارم بتونیم الهازم رو ببریم و بازیمون مساوی شد. الهازم اسمش شاید اینجوری باشه که شما راحت میتونی هضمش کنی ولی دهنتو سرویس میکنه بازی رو بروش. و ریبری باز هم نتونست هیچ کاری انجام بده و تو این بازی من یک نیمه به ریبری مهلت میدم. روبروی هر نصف بازی داریم که تیم هشتم جدولمونه ولی میخوایم بازی بکنیم. اوه آقا سلطان این مارتینز است که قبلا MLS بازی میکنه، بازیکن خوبیه، میتونستیم بگیریمش. اینم که آقا ریبری هم نشون نمیده متاسفانه، آقا پریرا رو نشون میده و بسیار عالی و جذاب همه چی. آقا بازی هم تو ورزشگاه النصر عربستانه. خب آقا بریم برای بازی، بیا اینم آقا ریبری. آقا ریبری آه یه تو بگی بده 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 داداشم ریبری یه پاس اونجا میده، یه فرصت برای الهلال عربستان، یه فرصت و نتونستن استفاده کنن. اونجا ریبری میاد، آقا تالیسکا، یه فرصت برای فرانک ریبری، فرصت برای فرانک ریبری. چی جوری این توپو گل نمیکنه؟ این پسر فرانس، پسر چیه؟ پیرمرد فرانسوی. بابا نبود خطا. خوب
البروک پنالتی میده دفاع راسته الهلال عربستان. سمت چپ نگاه میکنه، سمت چپ میزنه بیرون، میزنه بیرون تالیسکا، تعریف شده ازش و گفتیم بازیکنیه که آماده است خراب میکنه. یه پاس بعد از سالم دوستاری، اونم محوه توی این بازی. فرصت برای ریبری، یه ضربه از ریبری، یه فرصت دیگر هم ریبری از دست میده. البته نباید از این گلر خوبم غافل بشیم، ریبری ضربه بعدی به توب نزد، یه پاس خوب از ریبری. اما خب مارگا هم اصلا اکثر تیم اینجوری هن که انگار رو فرم نیستن. نمیاد اونجا، فرصت، یه ضربه اونجا میگیره سید پیام نیازمند. هر چقدر باقی بعد بازی کردن نیازمند خوب بوده. فرصت برای ریبری، آفساید، آفساید، آفساید شد و اونجا سالم دوساری هم بیرون میاد. باز تو بطن ماجرا ریبری بوده، سالم دوساری امروز هیچ جا نبود. سیزیمانسکی تازه به بازی اومده، از دقیقه 75 بازی 100% بازی کنه روحیه دارتری است نسبت به باقی بازی کنه که امروز ازشون بازی دیدیم. حاجی ما این همه توپ داشتیم، چه جدی، چه جوری ما نتونستیم گل بزنیم تو این بازی؟ این همه حرکت انجام دادم، امروز رو دور باخت بودیم، امروز رو دور باخت بودیم جلو دوتا تیم خوب عربستان ما باختیم و در اخراج هستیم. 68 علی دایی و دوباره این تیم بازی داریم که اصلا شما ریبری این بازی بذار بیرون، چون واقعا مدلی که ریبری بازی کرد اون بازی اصلا به دل من نشست. بریم واسه بازی این بازی ببینیم آیا این بازی رو میتونیم ببریم. و 2-1 اندو CDM مون گل زد از سیزیمانسکی. من میگم این بازی رو بزنیم، این بازی رو کویکسیمو میزنیم، این بازی میزنیم، این بازی 3-0 میزنیم. ریبری هم گل زد و بهترین بازیکن شد. تیم داماک بازی داریم که فکر کنم رفت بازیشو باخته بودیم، اما این بازی رو ریبری گل میزنه. همه بچه‌ها دارن خوب بازی میکنن، جون گرفتم مثلا که بعد از اون باخته کم کم دارن با هم اوکی میشن. بازی داریم توی لیگ قهرمانان آسیا که اصلا من میگم آقا ما با تیم هندی بازی داریم، شما ناموسن این بازی رو نگاه کن، این بازی رو نگاه. 3-2 مارگا چیکار کنه؟ مارگا دبل میکنه، البورایک هم یه دونه گل زد، بسیار عالی، بسیار عالی. میریم روبرو الاتحاد، روبرو الاتحاد، ریبری هم خسته است بنده خدا و میخوام گمی سوازی بدم توی این بازی. و یکیچ سالمت دوساری که گذاشته بودیم مهاجم نوک بازی و واسه ما در آورد. برو بریم واسه این بازی 2-0 دبل پریرا، تمومه آقا، تمومه واقعا ترکون. و 65 علی دایی که داره خوب کار میکنه، من نمیدونم چرا نمرش اینجوری شده. سیم مچ این بازی رو ببینیم، ببینیم چیکار میکنه رو به رو الفیصلی که دیگه ما خوب بچه ولی راضی نبودم. اون دوتا بازی که امروز ما باختیم همه چی خراب کرد، همه چی خراب کرد و به نظرم ما بعد اون دوتا بازی میبردیم. خدای بازی دومش هم خوب بازی کردم، یه سری توپامون الکی گل نشد و گلی هم که خوردیم هم اسم میکنم خیلی الکی خوردیم، باید اون گل رو نمیخوردیم قاعدتا. ما به بازی من بازم قهرمانیم و من فقط حداقل میدونم بیشتر از 6 امتیاز فاصله داریم با تیم دوم و باید خیالمون راحت باشه. شاید نیمه دوم رفتیم، نیمه دومو گیم پلی داشتیم، نمیدونم. خیلی خوب تونستیم بازی کنیم، یه فرصت دیگه، انقدر با هم پاسکاری میکنن که به نتیجه برسن. و سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد و جامپ این میکنیم برای نیمه دوم، جامپ این میکنیم برای نیمه دوم. ورزشگاه خودمون هم از بازی، داداشم ریبری، داداشم ریبری، بریم ببینیم ایشالله که این بازی رو دیگه ما بتونیم ببریم دیگه، دیگه برد واسه همون شده آرزو. برو ببینم، فرصت برای ریبری، فرانک ریبری ناراحت از این که شوتاش گل نمیشه. میده به خود ریبری، ریبری بالاخره گل میزنه، فرانک ریبری چه گلی میزنه اونجا. شماره 7 الهلال عربستان، انقدر واسش پاسکاری کردن جفت و جوشه دیگه، واقعا تو 6 قدم بود و اگه این توپو نمیتونست گل کنه باید دیگه بی خیال فوتبال میشد. عالی بود فرانک ریبری، خسته است ریبری. و سوت پایان بازی و قهرمانی الهلال عربستان در لیگ عربستان که یه فصل سخت تموم شد، بسیار عالی. و ریبری که نیم فصل اومد و تونست قهرمان بشه با عربستان، یه جام به جاماش اضافه بکنه، قراره جامو ببره بالا، بسیار عالی. بذار ببینم جامشون، نمیدونم اصلا چرا تو زوم کردی دست و بال این زن. آقا جام کن خودتو. فرانک ریبری میاد بینه
بچه ها اونجا پریرا هم هست، میره برای بالا بردن جام قهرمانی الهلال عربستان. و علی دایی با دو تا جام کار رو تمام کرد. علی دایی واقعا خوب کار کرد و دو جامه کار رو تونست تموم بکنه تو الهلال عربستان و این خودش فوق‌العاده است. ما بازی برگشت لیگ قهرمانان هم داریم که احتمالاً ما جدا بشیم، یعنی دیگه ما کارمون تموم شده و بریم اینجا پیشنهاد رو ببینیم که این پارت این پیشنهاد رو نمی‌بینیم، پارت بعدی قراره این پیشنهاد رو ببینیم و از بینش یه دونه پیشنهاد رو قبول کنیم. در کل الان قراره آمار بچه‌ها رو ببینیم. مارگا فوق‌العاده بازی که یکی از بازیکن‌ها بود که اصلا کلاً ما رو تو قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا برد. ریبری بد نبود اما خب خوبم نبود. 39 سالشه تا 40 سالگی با ما قرارداد داره ریبری و تمدیدم حتی میتونیم الان باش بکنیم ولی فکر نکنم. آمار پریرام انتظارمون خیلی بیشتر بود اما خب اونجوری که میخواستیم نشه. سیزیماسکی هم فوق‌العاده بود و سالم هم اوکی بود. بین دفاع ها هم به نظر من مونتز واقعا خوب تونست بازی بکنه. مونتز تازه گل و پاس گل هم اوکی کرد. گلرمون 14 تا کلین شیت داشت و 3 تا اومد رو اوورال سید پیام. و الان قراره که آمار لیگ رو ببینیم. ببینیم توی لیگ تاپ اسکور آبرئو شد از البتین که 17 تا گل زد. از تیم ما آقای گل دوساری شد با 12 گل. بهترین پاس گل دهن کسی که پاس گل داده شد سالمت دوساری و نیازمندم با 13 کلین شیت شد آقای کلین شیت لیگ عربستان. و اینم از این بچه‌ها. پیشنهاد رو پارت بعدی بررسی می‌کنیم. کلاً کارمون توی عربستان تموم شد و قراره که پارت بعدی بریم اروپا. Just right. We're fighting.